من چون تا خود قالیباف رو نبینم و ازش سوال نکنم نمیتونم اینجا قضاوت، ولی من یقین دارم، من با شناخت شخصی که قالیباف دارم یقین دارم قالیباف اهل این که زنش بچهش برن جایی سیسونی بخرن نیست. مستند این چیش ما فقط افتنشون مستند اینا کی گفته؟ فیلم نیست. آیا به نظر شما آیا قالیباف کسیه که بدون درگیری وجود نداره؟ ده تا مثلا شمه جون وجود نداره سکوت کنه؟ آره. حالا ببینید من اشه بدید یه شمه ای برم اشه بدید نیست. نه نیست، فقط آقای اشتری این حرف رو زده. ما اشتری عدالت خواه جریان و پرچم هم عدالت خواه ها بردن با انتخابات مجلس. ما در قم جلسه ای داریم، آقای ماندگاری، آقای عالی، آقای میرباقری، اینا دوشنبه ها مجلس انتخابات بود. یکی از اعضایمون آقا تهرانی. کدوم آقا تهرانی؟ آقا تهرانی، آقا مرتضا. نجف پایداری هم دیگه. اینا آمدن گفتن تهران اگر قالیباف سلیس باشه ما لیست جدا میدیم. و در انتخابات مجلس ما اگر دوچار تفرقه میشدیم اصلاح طلبها برده بود. گفتیم آقای آقا تهرانی آقا چرا؟ گفتیم آقا قالیباف رو قبول ندید. گفتیم آقا تو دلیلاتو برای ما هم بگو، مجموعه همون اینقدر قدرت داریم که به اطلاف بگیم قالیباف رو بردار. گفتیم من اطلاعات ندارم، محصولی اطلاعات دارم. صادق مسئولی صادق خب صادق رو بگو بیا. صادق مسئولی مگه اصلا دبیره صادق مسئولی. ما دوشنبه شبا با جلسمون دوشنبه هفته آینده صادق مسئولی اومد 3 ساعت علیه قالیباف حرف زد. محمد یاد داشت کرد آنی تموم شد. و هم آقای آنی بود گفتش که خب آقای آترانی عدالت اقتضارش چیه؟ الان به قالیباف حمله شده، اقتضای عدالت چیه؟ گفت چی بیاد از خودش دفاع کنم. بارکلا تماس گرفتم با قالیباف، بیکارم بود دیگه. گفت هر موقع بگید من میام. هفته آینده دوشنبه شب قالیباف اومد گفت آقای تهرانی تو بشو قاضی، ما هم هیئت منصفه، این آقا هم متهم، بزن بهش. یکی که در خیلی جلسه مفصل بود میخوام اینو برای شما بگم، گفت تو اشرافی هستی آقای قالیباف. بله بله آقا تهرانی گفت یا محصولی؟ آقا تهرانی گفته بود حرفای اون آقای آقا تهرانیه که به قالیباف بگه دیگه. گفت شما اشرافی هستی. گفتش که آقای آقا تهرانی نماد اشرافیت چی؟ گفت انبار، خونه، ماشین، لباس. گفت خب یه یکی یکی انبار ما رو بررسی کن. گفت خونه من کجا؟ تو میدونی؟ گفت دقایقی. گفت خونه های دقایقی مالی کیه؟ کمال سپاه. گفت من همسایه کی هستم؟ گفت همسایه قاسم. گفت اما انبا من حقوق بگیر سپاه، اگر غیر از اون پولی که در حساب من هست پول هر چی پیدا کردی مال تو. بله؟ بله بله. گفت ببین انبالی که فراوان، اما ماشین هم هم پیجوستم بدن، لباس هم هم همین. بعد یه مندلی گفت هم آقای ما تلفن تلفون داد هم ما، و من موقع باور نکردم تلفن کردم اخوی گفاره با آقای آقای تلفنی حقوق شهردار تلفن چقدره؟ آقای تلفنی حقوق شهردار تلفن چقدره؟ گفت خیلی. گفت اضافه کاری کنه چقدر میشه؟ گفت میشه نوشون. گفت شما تحقیق و تفحص شهرداری کردیم، من در شهرداری روزانه چقدر کار میکردم؟ گفت 17 ساعت کار میکردم. گفت میدونی در مدتی که در شهرداری بودم حقوق نگرفتم؟ اصلا حقوق نگرفتم. گفت با چی زندگی میکردی؟ گفت با حقوق سپاه. ولی من حقوق هیئت علمی دانشگاه امام حسین رو میگیرم. من سرکلاس نمیرفتم و این حقوق پایه رو میدادم، زندگیم نمیچرخید. جمعه ها که شهرداری نمیرفتم، میرفتم خلبانی، یه پول هم خلبانی به دست میابردم، زندگی میشه. حالا میخوام اینو بگم که قالیباف چرا حرف نمیزن. بعد گفتش که آقای آترانی سال 84 که من میخواستم کاندیدا بشم رفتم خدمت آقا گفتم که آقا میخوام کاندیدا بشم ولی میخوام استعفا بدم از سپاه و کاندیدا بشم. آقا فرمود که نیازی به استعفا نیست. گفتم نه آقا دیگه رأی نیارم برای سپاه بی آبرویی، استعفا میدم. گفت استعفا دادم، رأی نیاوردم، شدم بیکار گفت بیکار بودن.
سه چهار ماه زندگی نمیچرخیم. رفتم خدمت آقا، گفتم آقا میشه من به سبا برگردم؟ نامه چرا؟ گفتم آقا زندگی نمیچرخ. آقا فرماندم پایین چند وقتی چی رو زندگی میدی؟ گفتم آقا قرض کردم چرخیده تا الان. گفت آقا من برگردونم به سپاه، حقوق اون چند ماه رو خود آقا ریخ به حساب. اونجا تردده که به استانبول باشیشون من بابت چه کاری؟ یه پاسدار سردار به استانبول چی کار داره؟ شخص آقای باشی چه رفته؟ حداقل چند بار با خود بنده میدونن چه رفت چه برگرد میدونن. یعنی در حقیقت شما همکاری ایشون با هاش قاسم رو میدونستی؟ بله. یعنی این بوده دلیلش؟ یعنی کاری با خانواده میره؟ آره با خانواده. یعنی در حقیقت حاج قاسم در مدتی که بله؟ نه در مشکیبانی هم ازبه دیم در مدتی که بله؟ هیچی هم نمیکن، هیچی نمیکن. شما هیچ جا نخواهید دیدی از خودش بیاد دفاع. من مشکوک برام این قضیه چیه، چون من میدانم که ماجرای عدالت خواها با ماجرای احمدی نژاد با ماجرای پایداری و جبهه اصلاحات دست به دست هم دادن. قالیباف رئیس مجلس نباشه. آقای قالیباف شهردار بودن. داماد آقای رئیسی نیسم خط مشی بود، بگردیم پیدا بکنیم بزنیم قالیباف فقط به فقط این بود. یعنی نیسم نیلی دیگه نیسم نیلی الان یک سر خط اونه. ما واقعا نمیدونیم آیا تو این قضیه وزارت اطلاعات دخالت داشته یا نداشته. اصلا اینا چرا از سوریه رفتن ترکیه؟ سفر از سوریه به ترکیه. آخر سر گفتم اب نداره، یک نامه برداشتم برای آقا نوشتم. شما؟ نه زاکانی گفت زاکانی. یه نامه برای آقا نوشتم، گفتم آقا من میخوام رو حجت شرعی عمل کنم، من راجع به قالیباف مخالف ریاستم به این دلیل به این دلیل به این دلیل، نقل شده که شما نظرتون است که این رئیس بشه و من واسطه ها رو قبول ندارم. آن شما گفتید هم. گفت آقا زیل اون نوشت که صلاح در ریاست ایشان است. میدونم سفر هست منتها نمیدونه که، یعنی بستر معلومی. آقا چی شد اینا از سوریه آمدن اینجا؟ همین یعنی داستان. آیا آقا میدونن داماده آنتریک نشده؟ آفرین. یعنی یه جریانیه. خب ببینید اگر قالیباف ذاتن با این قضیه مخالفه، قالیباف چرا زده بشه؟ ولی الان اصلا قالیباف رو کردن خیلی مزیده ما کنه یه هیست. گفت آقا در مجلس سخنرانی کردن، فرمودن رئیس جمهور نباید تکنیک را باشه. گفت دو روز بعد ستاد رفیقمون همه جا پخش کردن قالیباف گفته من تکنیک را بودم. رفیقمون کیه؟ حالا دیگه بگید. یادم میخوان نامرد اون نگفت منم نمیگم.